شب بخیر کارگاه کرامبل. شب بخیر، غلط نکنم امشب از اون شب است. داستان چیه؟ از این انبار لوبیای قاتل. خدای من چه کشتاری. احتمالاً یه 10-12 تای لوبیا. شب بخیر. شب بخیر. سلام هری، کرامولم. سلام، چطوری؟ باستان به دستت رسید؟ آره، چیز خیلی باحالیه. گروه تجسس ما به جایی نرسیده. تو چی دستگیرت شد؟ راستش راحت ترین سر نخ بجا مونده اثر لاستیک ماشینه. من آزمایشش کردم و فهمیدم لاستیکا از جنس سیلیکون قهوه‌ای بوده. از این لاستیکا فقط توی ماشینای خیلی پیشرفته استفاده میشه. کلاً از این لاستیکا کم گیر میاد. فشنگای طلا چی؟ میدونی من تو این 15 سالی که برای یگانه ویژه کار میکنم ندیده بودم تو هیچ اسلحه ای از طلا استفاده بشه، ولی طلا در واقع فلز خیلی نرمیه، برای همین دقت و عکس العمل این گلوله ها خیلی بیشتره. موقع ورود سوراخ کوچیکی درست میکنه، ولی از اون طرف که بیرون میاد حسابی تیک پاره میکنه. در ضمن نوشته های روی پوکر رو به هیچ طریقی نمیشه شناسایی کرد. باغ جوردم نمیاد که یکی اسم خودش روی فشنگش بزنه و همه جا پخشش کنه. منم خوندم لوبیای قاتل. من که سردر نمیارم، طرف حتما از اون روانی هست. خودشم دوست داره گیر بیفته. آره ادعاش میشه، میخواد سر به سر ما بذاره. ولی این لوبیای قاتل حتما با یکی کار میکنه که همچین پشتوانه اقتصادی داره. شایدم به قول خودشون از اون شهر خراس. در هر صورت یه چیز مشخصه، حسابی با کاپوچینو در افتاده. پس تو اون قاتله یه هدف مشترک داری. آره میشه اینطور گفت. فکر کنم بدونم محل حمله بعدیش کجاست. من باید برم، بعدم میبینم ات. بابت انبار اصلی کاپوچینو. الو الو بچه پرو،